خب آقا سلام، امروز میخوام یکی از ایراداتی که بسیار جزئی هستش و بدون در واقع علامت یا ایرادی در دستگاه بیاد برای خودروهای سیوکار و بعضا ESN هم به وجود میاد خدمت هست. دوست عزیزی ما مواجه کردن با این ایراد که در دندون یک وقتی حرکت میکنه، زمانی که مخصوصا موتور داغه، یه ریپ ریزی یه دل کوچیکی خودرو میزن. خب این دل ریز و این ریپ ریزی که به وجود اومد در این خودرو، وقتی من دستگاه دیاد گذاشتیم پارامترها چک کردیم، هیچ گونه خطایی نداره، هیچ ایرادی وجود نداره. ازش پرسیدم جدیدن کاری کردی برای ماشین، چون این ایراد معمولا مربوط سیستم سوختسازی و جرقه زنی خودرو است. او که بله، من چند روز پیش شمع و وایر خودرو تعویض کردم. همونجا اومدم اولین کاری که کردم گفتم قطعا مربوط به همین قضیه است. بیاین جلو نکنید، خودرو تیو 5 ما انواع کوئل داریم، کوئل های تیپ 5 مدل رانایی، هر کدوم وایر مخصوص به خودش میخوره. من وقتی اینو باز کردم، قبل از اینکه شمع ها رو باز کنم نگاه کردم این بوتا رو بررسی کردم. خب این بوتا وقتی بلند کردم، ببینید این بوت ها وقتی به مشتری داده میشه، این فنر اون جدا هستش و در واقع به صورت مجزا توی پلاستیک داره میشه، مثلا این مدل یفتنش. خب و وقتی تعمیرکار میخواد اونو بندازه، باید اولا دقت کنه نوع بوتی که ارائه شده مشتری آورده، اولا بخوره به این کوئل، مناسب این کوئل باشه و یا مناسب این کوئل نیست. اجازه بدید من یک کوئل رانایی هم بیارم و با هم دیگه اونم بررسی کنیم. خب حالا ایراد این کوئل چی بود؟ ایراد این خودرو چی بود؟ این بود که این فنر رو برعکس بستن. ببینید زمانی که اینجا رو بگید، این فنر، این در واقع فنر توی این بود اینجوری گذاشته بودن. خب روی این، زمانی که این فنر رو میخواییم اندازید، دقت کنید این باید بره سر شمع و این داخل این کوئل قرار بگیرد که جرقه به صورت مستقیم از مغزی درون این سیم پیچ اینجا رو بگید داخلش رو مستقیم بیاد روی شمع و در واقع این سرش هم اصلا به شمع هیچ اتصالی پیدا نمیکنه. اگر نگاه کنید این شمع رو اگه در نظر بگیرید، ببینید این شمع چیپ میشه درونه، ولی وقتی برعکس میذارن این اتصال ایجاد نمیشه و ولتاژ به درستی انتقال پیدا نمیکنه. پس اولا باید دقت کنید که مدل درستش، و دوم زمانی که میخواید بوت‌ها رو نصب کنید باید به درستی اونو جا بذارید. خب و به این شکله، این میره داخله در واقع کوئل و اون سمتش هم روی شمع قرار میگیره. ببینید بقیهش هم همین جوری بوده دیگه. خب و وقتی من در بیارم، ببینید این نوکه اونو میذاشت اینجا، حتی ببینید چقدر تحت فشار بود که داخلم را و خمیده شد. خب این باید به داخل این و این روی شمع قرار بگیره. در این موارد هم که میبینید این اشتباه بهتون مراجعه کرد، سعی کنید فنر رو درست کنید و صاف باشید. اوکی؟ یا میذاریم حتی بعضا همین خمیده، همین بدبستن فنر باعث میشه که در واقع پلاستیک بوت هم خمیده بشه، مثل همین مدل، مثل این مدل. ببینید تماما دچار مشکل شده، حالا ایراد ایجاد نکرده و برق‌دوزی نداره، اما همین در صورت تداوم باعث میشه که دچار این بوت‌ها دچار برق‌دوزی هم باشه. حالا این مدل کوئل رانایی هم در نظر داشته باشید. ببینید این هم یک مدل دیگرشه که فنرش اینه. خب اولا فنر بزرگتره، دوما همون جوری که میبینید باز هم این سر باید داخل کوئل قرار بگیره. در EF7 هم همینجوری، EF7 هم دو مدل کوئل داره، این اون چیزی که تو بازار رایجه. ها
کوئل مدل بوش و کوئل مدل کروز. دقت کنید بوتی که روی اینا قرار میگیره متفاوت، فنرشون چیز نمیشه و بعدا دچار مشکل میشه. اما خب این خودرو که خطایی ایجاد نشد، اما بعضا همین کار باعث ایجاد، چون مخصوصا تو خودروهای 206 باعث ایجاد خطای تشخیص فاز جرقه زنی یا سنسور میلسوپا و سیستم دفیا. میلسوپا هم نداره ولی ممکن بعضی دستگاه سیستم دفیا را همون سنسور میلسوپا بذارن، و عدم تشخیص در واقع فاز جرقه زنی ها این خطا را ثبت کنه. و همین خاطر باید حتما دقت کنید در چینش و نحوه استفاده از این بوت ها و در واقع وصل کردن اونها.